ادعاهایی که میشد چند دسته بودن، چند دسته کلی بودن، بعد حالا مثلا ادعاهای جزئی تر میشد. یه دسته این بود که میگفتن که مقامات محلی تقلب کردن، مقامات محلی ایالت‌های مختلف دست به تقلب زدن، رأی ها رو عوض کردن. چون میدونیم توی آمریکا در واقع انتخابات به صورت کشوری برگزار نمیشه، به صورت ایالتی برگزار میشه. توی اون ایالت هم مقامات محلی هر شهرستان به صورت مستقل انتخابات برگزار میکنن، حتی گاهن از سیستم های مختلف استفاده میکنن. اون افرادی هم که انتخابات رو برگزار میکنن همگی منتخب مردم همون ایالت یا همون شهرستان هستن. یعنی شما وقتی میخوای که مسئول برگزاری انتخابات توی یک شهری بشی، باید بری توی انتخابات شرکت کنی. میخوای مثلا کلرک یا رجیستراره مثلا یک شهر بشی، یک شهرستان بشی، میری اونجا در واقع انتخابات شرکت میکنی و رأی میاری که مسئول این کار بشی. یا اینکه میخوای وزیر داخله یک ایالت بشی، باید توی انتخابات مستقیم شرکت کنی، وزیر داخله، و رأی بیاری که وزیر داخله بشی. یعنی اینا منتخبین همون مردم ایالت هستن که انتخابات رو برگزار میکنن و منصوب یا گماشته کسی نیستن که بگیم آقا از بالا مثلا دستور اومد. اینا مستقل هستن و منتخب مردم. و خب ترامپ در واقع این افراد رو متهم کرده بود، ترامپ و طرفدارانش، که تقلب کردن به ضرر او و به نفع بایدن. مثلا چند تا ایالتی که خیلی جدی‌تر این اتهام شده بود، دو تاش خیلی جالب بود، ایالت آریزونا و ایالت جورجیا. چون هر دوی این ایالت‌ها ایالت‌هایی هستن که به صورت سنتی جمهوری‌خواها در اینجا رأی میارن، هم در انتخابات‌های محلی هم در انتخابات‌های ریاست جمهوری و سنا. به خاطر همین بیشتر یا تقریبا همه مسئولین برگزاری انتخابات در این دو ایالت جمهوری‌خواهان هستند. شما از فرماندار ایالت بگیر در جورجیا و آریزونا تا وزیر داخله، توی بسیاری از شهرستان‌ها کلرک‌های این شهرستان‌ها، خیلی از اعضای در واقع وزارت داخله و خیلی ها که در اونجا در واقع نقش مؤثر داشتن در برگزاری انتخابات، اینها جمهوری‌خواه بودند. نه تنها جمهوری‌خواه بودند، بلکه از طرفداران سرسخت دونالد ترامپ بودند. حالا میگم مخصوصا ایالت جورجیا و آریزونا. اما خب ما دیدیم که در این دو ایالت نهایتا بایدن با اختلاف خیلی کم، حدود 10 تا 15 هزار رای برنده شد و اینها شروع کردن متهم کردن این افراد به تقلب. خیلی جالبه و خیلی عجیبه که یک عده جمهوری خواه و طرفدار ترامپ که ترامپ خودش نقش داشته در انتخاب اینها، مثلا 2 سال پیش آقای براین کمپ که فرماندار جورجیا هست با حمایت ترامپ در یک انتخابات خیلی نزدیک برنده شد، حمایت شیشتونگ ترامپ رو داشت در اون انتخابات و چند بار گفت که من اعتماد دارم به براین کمپ، دوست من هست و فلان این حرف. حالا که انتخابات در واقع نتیجه دیگری داشته، ترامپ میاد و میگه که خب اینها تقلب کردن. خیلی عجیبه، یعنی برای من هیچ وقت حل نشده این قضیه که چرا باید افرادی که با حمایت ترامپ و دوست ترامپ هستن، طرفدار ترامپ هستن، با حمایت ترامپ بر سر کار آمدن، بیان بر ضد ترامپ در واقع تقلب بکنن. مگر اینکه خب واقعا نتیجه انتخابات اینطور بوده و آقای ترامپ داره جرزنی میکنه. به جز بحث افراد، یعنی مفهوم برگزاری انتخابات، یک ادعای دیگری مطرح شده توسط تیم ترامپ در مورد دستگاه‌های شمارش آرا، که شرکتی هست به نام دامینیون و این شرکت در واقع ماشین شمارش رأی میسازه و به خیلی از ایالت‌ها میفروشه نرم افزار و این صحبت‌ها. و تیم ترامپ اومدن و حالا دیگران اومدن اتهام زدن که آقا این شرکت با همکاری نمیدونم چین و هوگو چاوز و اون یکی و این یکی چند نفر دیگه که اسم میبرن صهیونیست و اینها، اومدن لایف چت جالب عرضم به خدمت شما، اومدن تقلب کردن بر ضد ترامپ و چند درصد از رأی ها رو عوض کردن تا اینکه بخوان در واقع جلوی پیروزی ترامپ رو بگیرن. دو تا شرکت رو میگن، یکی دامینیون در بیشتر شرکت و یکی سمارت ماتیکس. جالب، سمارت ماتیکس که کلا فقط در شهرستان لس آنجلس، شهرستان لس آنجلس که ایالت چرخشی هم نیست،
همکاری انتخاباتی داشته با اون برگزار کنندگان اونجا و تو ایالت های دیگه اصلا نبوده. و اینها در واقع چیزهایی که زدن، اتهاماتی که زدن، گفتن در چندین ایالت این تقلب کرد، در حالی که اصلا حضور نداشته اسمارت ماتریکس، فقط در لس آنجلس، و لس آنجلس هم اصلا جایی نیست که نیازی به تقلب باشه، و کالیفرنیا اصلا 60% بالای 60% دموکراته، و حالا منطقه شهری کالیفرنیا که لس آنجلس باشه خیلی بیشتر از این. در مورد دامینیون یک حرفی زده بودن، یک تئوری توته واقعا عجیب، که گفته بودند FBI در برلین در آلمان حمله کرده به مقر یکی از شعبه های شرکت دامینیون و اونجا رو گرفته، اونجا جایی بوده که در واقع تقلب میکردن و اینا، شمارش آرا، و این اعلام خواهد شد و این صحبت ها، در حالی که اصلا دامینیون اومد گفت ما اصلا توی آلمان، توی برلین اصلا شعبه نداریم، یک شرکت آمریکایی هست که نهایتا در کانادا، خارج از آمریکا فقط در کانادا شعبه داره و شعبه‌ای نداره در برلین، و اینکه اصلا اگر قرار باشه اتفاقی در برلین افتاده باشه بخوان جایی رو بگیرن، FBI حق نداره اصلا حضور داشته باشه در خارج از آمریکا. FBI مثل اداره آگاهی ایران هست، یعنی شعبه برون مرزی و اینها نداره. FBI مثل پلیس آگاهی برای داخل آمریکا هست و هیچ عملیاتی خارج از خاک آمریکا نداره و نمیتونه در جای عملیات نظامی برگزار کنه، بره جایی رو بگیره و این حرفا. یعنی میخوام مضحک بودن این ادعا رو در چند لول نشون بدم که چقدر این حرف عجیبه. مثلا چنین اتفاقی نیفتاده بود، نه شعبه‌ای بود، نه حمله‌ای بود به اون شعبه، و نه اصلا در خارج از آمریکا رأی‌ها شمرده میشن که بخوام، یعنی کلا میخوام بگم یک حرفیه که سر و ته نداره این بحث دامینیون. و اینکه جالبه که اون شبکه‌های تلویزیونی که این ادعا رو می‌کردن راجع به شرکت دامینیون که اینها تقلب کردن، این شرکت دامینیون خب اومد تهدید کرد، گفت آقا ما شکایت می‌کنیم از شما، شما دارید ما رو، چهره این شرکت رو خراب می‌کنید، و ما حق شکایت داریم و می‌خوایم شکایت کنیم. بهشون نامه فرستادن. جالبه همون شبکه‌هایی که این حرفا رو می‌زدن اومدن گفتن که آقا ما نگفتیم، و حرفشون رو پس گرفتن. دو تا شبکه، یکی نیوز مکس که خیلی طرفدار ترامپه، و یکی فاکس بیزنس، یک مجری داره لو دابز، اون هم اومد در واقع همه حرفایی رو که زده بود رو در یک سگمنت 5 6 دقیقه پس گرفت که آقا ما اصلا چیزی نگفتیم و این ادعاهایی که کردن درست و اینا، که در واقع خودشون رو از شر این شکایت خلاص کنن، چون میدونی حرف مفت زدن راحته، ولی وقتی شما تهدید میشه به اینکه آقا ما شکایت میکنیم باید صدها هزار دلار غرامت بدی و پول وکیل و اینها، دیگه قضیه عوض میشه و یه ذره جدی میشه. این بحث نرم افزار بود. یکی بحث جالبی که شده بود این بود که میگفتن هزاران نفر مرده رأی دادن توی انتخابات آمریکا، مرده ها رأی دادن. اینجا اشتباهی که شده بود، حالا یا اشتباه بود یا به صورت آگاهانه بود نمیدونم، ولی اینا ووتر رول به معنی کسایی هست که اسمشون به عنوان کسانی که ثبت نام کردن برای انتخابات وجود داره در یک لیستی، به اینا میگن در واقع تومار رای دهندگان، و خب افرادی هم که به تازگی مردن یا آدرسشون عوض شده و اینها در این لیست وجود دارن که برای اینها هم فرستاده میشه برگ رای. اما این به این معنی نیست که این افراد حق شرکت در انتخابات رو دارن، یا اینکه میتونه، اینکه رأی فرستاده میشه یا اینکه اینها در لیست هستند، به این معنی نیست که رأی اینها پذیرفته میشه. شما میتونید برید نگاه کنید چند درصد از رأی ها در همه جا ریجکت میشن، یعنی قبول به عنوان رأی درست شمرده نمیشن. چند درصد؟ همین چند درصد متعلق همین افراد هست، یعنی اینها استعلام میکنن بعد از اینکه رأی اگر فرستاده بشه، اگر مشکلی داشته باشه، چه مشکل امضا داشته باشه، چه مشکل این باشه که بتونن تایید کنن هویت طرف رو، یا اینکه مثلا استعلام کنن ببینن طرف مرده، مثلا فرض کن زنش پر کرده فرستاد، اینا رو استعلام میکنن و اگر مشکلی بود رد میکنن. حالا ممکنه مثلا در چند مورد اشتباهی صورت بگیره و نتونن اینو پیدا کنن، ولی اینکه بخواد در مقیاس بزرگ باشه وجود نداشته، مخصوصا که وقتی در ایالتی خیلی نزدیک است آرا چند بار بررسی میکنن، اینا رو همش در میاد. چند موردی هم که توسط رسانه‌های راستگرا ادعا شده بود که مرده‌ها رأی دادن و اینها، اسمشون رو که گفته بودن رسانه‌ها رفته بودن دنبالش و دیده بودن که نه همچی چیزی نیست و اون آدم زنده هست و اشتباه شده. بعضی‌ها هم تاریخ تولد
تاریخ تولدشون اشتباه بود، مثلا 120 ساله و اینها نشون میداد که اون بعدا مشخص شد که اینا در واقع نرم افزار از یه تاریخی به بعد یا اگر ندونه تاریخ تولد رو اون رو مثلا 1901 میزنه. این بحث ها بود، یعنی ربطی به مرده و اینها نداشت. حالا من خیلی به عبارت دیگه موقعی که چک میشه، موقعی که رعیا میاد و موقع دارن چک میکنن که این شخص زنده، موقعی که فرستاده میشه همه توی همه انتخابات بوده که خیلی ها که اصلا به طور اسم کسی دیگه دادن، اسم کسی که مرده، اون موقع نیست که داره چک میشه، موقعی که رعیا داره فرستاده میشه، موقعی که رعیا جمع آوری میشه بعد بخواد شمرده بشه، اون موقع است که چک میشه که اینا یه کسی هست که زنده است و رعیاش قابل قبول هست یا نه. و اینا رفتن نگاه کردن دیدن همه اونایی که فرستاده شده، همه انتخابات قبلی هم همه این مشکلات رو داشته، رفتن جمع کردن همه اینایی که مشکل داشته رو نگاه کردن، شما رو میگن اوه نگاه کن چقدر اینا اشکال داشته. خب انتخابات قبلی هم همینجوری بوده، بعد که فرستاده میشه موقع شما، موقعی که قرار بشمارن، اون موقع است که خیلی از اینا رد میشه. درستم رد میشه، درست. یه چیز دیگه هم که بگم ببینید، تو همه انتخابات همه جای جهان خب تقلبای کم همیشه وجود داره، هیچ انتخاباتی نیست که کاملا هیچ تقلبی نشه. خب و اینا که الان میگن این تقلب به شدتی شده که ترامپ باید میبرده، الان که میگیم نه اینطوری نیست، دارن میرن همون مقدار تقلبایی هم که کوچیک همیشه هست و دارن نگاه پیدا میکنن که بگن که نگاه کنید اینجا اینجوری، اینجا اینجوری. خب اینا همیشه اینجوری بوده، هیچ انتخاباتی 100% کامل تمیز ما نداشتیم. خب تازه اینایی هم که رفتیم پیدا کردیم که واقعا تقلب بوده، خیلی هاش به نفع ترامپ تقلب داشتن، سعی میکردن بکنن که اینا به طور موفق دستگیر شدن، جلوی رأیشون گرفته شده. و خب این تقلب ها هست، تقلب از هر دو طرف هست، ولی به تعداد خیلی کمی از درصد همه رأی ها که به هیچ شکل هم نتیجه رأی رو عوض نمیکنه. بفرمایید. میدونی آرمین جان، یه مشکل که هست بین حالا ایرانیایی که تو ایران زندگی میکنن، خب تجربه ای که از انتخابات دارن تجربه ای هست که تو ایران هست. یعنی تو ایران خب انتخابات اینجوریه که شما شناسنامه خودتو میبری به محل رأی گیری، باید پاشی بری اونجا، از طریق پست و اینها وجود نداره، پا میشی میری شعبه رأی گیری، اونجا شناسنامه تو میدی، یه مهر میزنن روی شناسنامه، بعد دیگه میدونن همه، انگشت تو باید استمپ بخوره اینها، و یک برگه رأی به شما میدن که روی اون باید اسم کاندیدای مورد نظر تو بنویسی و بندازی تا کنی بندازی تو صندوق. خب نه، یعنی اون برگه رأی، برگه رأی خاص خودت نیست، برگه رأیه که چندین میلیون پرینت میشه و خب به همه میدن و همون برگره. یعنی فرض کن شما میتونی 1000 تا برگره، یه نفر اگه بتونه بنویسه روش 1000 تا برگره، اسم یه نفر رو بنویسه تا کنه بندازه تو صندوق، اگه کسی نبینه یا همه با هم مثلا بخوان دست به یکی کنن، به راحتی میشه این کارو انجام داد و خیلی راحت تقلب. اما در آمریکا اینطور نیست. در آمریکا برگره ای که پرینت میشه به اسم خود شما پرینت میشه و این معمولا 5-6 صفحه یا 7 صفحه پشت و رو پره. فقط هم انتخابات ریاست جمهوری نیست، در آمریکا همه انتخابات ها در یک روز برگزار میشه، توی در واقع سه شنبه اول بعد از دوشنبه اول توی نوامبر هست. همه انتخابات شما از بالا ریاست جمهوری، سنا، فرماندار، نمیدونم کنگره، شورای ایالتی، مجلس ایالتی، سنای ایالتی، شورای شهر، شهردار، همه چی، هر رفراندومی اگر باشه، همه اینها در یک برگه چندین صفحه هست، اسم شما روی اون برگه رأی نوشته شده، امضا باید باشه وقتی میپیچی، و بعد از اینکه شمارش میشن توسط دستگاه، همون رأی ها همونجا هستن. یعنی الان هم همه برگه رأی هایی که شمرده شده هست، نه فقط مال امسال، مال 4 سال پیش هم در بایگانی هست. یعنی ما الان باز میتونیم بریم نگاه کنیم ببینیم مثلا 4 سال پیش یا 8 سال پیش کی چقدر رأی آورده. مثل ایران نیست که همینجوری بنویسی و بندازی برگه رأی تو صندوق و اصلا صاحب نداشته باشه، شاید 1 میلیون بیشتر هم بتونی بندازی، اصلا از این خبرها نیست. یعنی وقتی اینا باز شماری میکنن دوباره امضاها رو چک میکنن، دوباره اون اسامی، البته حق ندارن منتشر کنن که کی به کی رأی داده، اما اینا همش هست. حتی شما الان میتونی اگر یک رأی دهنده توی آمریکا باشی، میتونی یک وبسایتی هست، اون شهرستانی که توش هستی هست، میتونی بری در واقع شما اون در واقع مسائل امنیتی و تاریخ تولد و اسم و فامیلتو بزنی و بهت نشون میده که آیا رأی شما شمرده شده، چه زمانی شمرده شده، آیا شمرده نشده مشکلی داره، مثلا بیا درستش کن و اینها. همه اینها موجوده، یعنی همه اونهایی که
رای دادن دسترسی به این اطلاعات دارن. حتی خیلی ها رو بهشون زنگ زدن فردا انتخابات، گفتن که آقا مثلا شما مشکل امضا داشته رای شما یا چی، بیایید مثلا اینو تکلیفش مشخص کنید، یا مثلا آدرسش همخوانی نداشته یا هر مشکل دیگری که بهش میگفتن کیوری. بله بفرمایید اریک جان. این کامنتی رو که من هایلایت کردم رو بخون، خیلی خنده داره. اینو بخون میبینی حالا این که هایلایت کرده. بله بله. آرمین یه سوال، چرا این رئیس جمهور منتخب که 80 میلیون رای آورده فقط 40 هزار نفر برنامه‌اش رو می‌بینن، اما ترامپی که به نظر شما منفور است 3 میلیون بازدید می‌کنه صحبتش؟ اگه ترسی نداری جواب ببینید. من یه جواب برای این دارم، ولی می‌خوای من اول بگم؟ اینا خیلی جالبه که فکر می‌کنن کسی که بیننده داره روی لایو استریم معنیش اینه که اینا رای بیشتر میاره. اینا یه کسایی هستن که آنلاین خیلی اکتیون، فکر میکنن این مثلا کسی چیزایی که تو توییتر و فیسبوک و اینو میبینن خیلی ریفلکتیو از چیزایی از نظریات مردم روی تو دنیای آفلاین. حالیشون نیست که خیلی از کسایی که رای میدن کسایی هستن که خیلی آنلاین هم اکتیو نیستن. من کسایی آدمای مستندتری هستن. یکی این، یکی دیگه هم حتی کسایی هم که آنلاین اکتیو هستن رای که به بایدن دادن خیلی به خاطر اشتیاقشون به بایدن نبوده. رایی که به بایدن دادن رای علیه ترامپ بوده. کسی حتی اکثر کسایی من فکر میکنم اکثر کسایی که به بایدن رای دادن خیلی عاشق بایدن نبودن که برن بخوان لایف استریماشو برنامه‌هاشونو نگاه کنن. اینا فقط از ترامپ فقط متنفر بودن که میخواستن این دیگه رئیس جمهور نشه. نظر تو چیه؟ دقیقا همینطوره. ببینید ترامپ واقعا ما بخوایم یا نخوایم آدم بسیار جالبیه. خیلی شما وقتی من خودم از ترامپ اصلا خوشم نمیاد، اما واقعا 100% اگر دو تا برنامه باشه، یکیش ترامپ باشه یکیش بایدن باشه، قطعا ترجیح میدم به ترامپ گوش بدم، چون هم خنده‌دار حرف میزنه، هم خیلی بامزه است و هم حرفایی که میزنه خیلی خبرسازتر و عجیب غریب‌ترن و واقعا اون در واقع خبرسازی رو و جالب بودن رو در ترامپ میبینیم نه بایدن. بایدن خب یک پیرمرد 80 ساله ای هست که 40 سال 50 سال سناتور بوده، 8 سال معاون رئیس جمهور بوده و یک آدم بوروکراتی که مثلا خیلی آدم جالبی نیست. و ما داشتیم در پرایمری دموکرات ها مثلا برنی سندرز خیلی بیشتر از بایدن از این لحاظ طرفدار داشت که مثلا آدم براش جمع بشه. مثلا بایدن میرفت شاید 1000 نفر براش جمع نمیشد، برای برنی سندرز مثلا 15000 نفر 20000 نفر جمع میشد. اما دلیل نمیشه که این تبدیل به رأی بشه. چون دقیقاً من یه چیز اگه اینجوری بود همه یوتیوبرایی که بزرگترین لایو استریمر رو داشتن خیلی راحت میتونستن رأی بیارن، ولی هر موقعی که دیدین مثلا مال این چیز یانگ ترکس جینک رفت سعی کرد انتخاب بشه با اینکه بیشترین بیننده رو داره، 5000 رای بیشتر نتونست بیاره. سارگون کارل بنجامین سعی کرد تو انگلستان رای بیاره، این همه بیننده رو یوتیوب داشت، نتونست یه ذره نتونست رای بیاره. خب یعنی برای پارتی اطلاع نداشته باشه، ولی کانیه وست که خیلی رپر معروفی هست آمریکایی، این همین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کاندید شده بود. درسته. و خب شما برید توی اینستاگرام یا توییتر میبینید که این طرفدارش از بایدن که خیلی بیشتره، فکر میکنم از ترامپ هم بیشتر باشه تعداد فالوور رو نمیدونم اینها، ولی نمیدونم 0.00 مثلا کمتر از 0.5% رای آورده.